همتون بخیر، بازم شما رو خوش آمدید میگم به یک ویدیو دیگر از چینل ناجو. باز هم متاسفانه در انتحاری دوم که در چارایی سر کاریز متاسفانه رخ داد، همون شب همزمان با انفجاری که در پل سرخ صورت گرفت، این انفجار دومی بود. و انفجاری که در پل سوخته نه؟ انفجاری که در پل سوخته صورت گرفت همزمان با او این انفجار هم صورت گرفت در چارایی سر کاریز. بین از شنوانده و کسایی که در این سایه بودن، کسایی که چشم دید داشتن، از اونا بپرسیم که چیگونه این رویداد رخ داد، چی کسانی متاسفانه زخمی شدن و یا خدا نخواسته به شهادت رسیدن. با ما همراه باشید تا آخرین لحظات برنامه. و اینجا امو ساحه است که به گفته شاهدان عینی که من از یک دو سه نفر پیش از برنامه گپ زدم، این است که در امینجا بود که انفجار میکنه و دود و آتش از امینجا بلند میشه. این بار چند هم است که متاسفانه در سرک هایی که در اینجا عبور و مرور هست انفجار صورت میگیره. با ما همراه باشین، گفتنی بیننده های عزیز بشنویم. دادار ما در اینجا صاحب دکان هستند، دکانی که در چارایی سر کاریز هست، روبروی امو محلی که حادثه صورت گرفته، که متاسفانه این برادر ما شخصی است که متاسفانه خساره دیده، دکان شیشه های شکسته. برادر سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ قربان، سلامت باشین. شکر که بخیر گذاشت. بخیر باشین. یکم از چشم دیدی که داشتین بگوین برام. والا دیگه چیزی نبود، خود دیشب ساعت 7 بجه یا 5 کم 7 همینجا یک تونیس بود، انفجار کردم. انفجار کرد دیگه، باز من داخل دکان اونجا سودا میدادم، یک کسره سودا میدادم، تو یک تکم تا آتش بالا شد دیگه، دیدم که مردم ها بخی هم تو وحشت زده، یک سفر داشت، یک سفر داشت، کسی از داخل موتر اونجا در گرفته بود، میخواست بیرون برای هم رقمی دیگه، تا که از کار آمد تا مرضم جمع شد، باز یک ذره در کمک از نه موتر چی بود برادر؟ تونس. تونس نفرم در داخل جگه بود تبن؟ بله، سواری داشت. شو زخمی چطو؟ زخمی خود کلگشان زخمی بود، یک تعداد دیگه شون که در داخل گیر مانده بود دیگه، وارا باز از کرا آمد کشید دیگه، نمیفهم که واد چه رقم زنده شد یا نشد. برادر عزیز ما مصروف پاکاری هست به خاطر همین حادثه که صورت گرفت. خودت خو انشالله خیر خیرت سگ، تنها فقط هم شای دکان میدشته خلاص. برادر خواستت از دولت چی است؟ گفتنید والا دیگه گیر خواست کلگی است که امنیت خوب، یک سرتاسری امنیت سرتاسری کلگی میخواد که امنیت باشه و می رقم وضعیت و این رقم حالت ببینید که کلگی ببین چی حال است، بخیر تو وحشت زده هستن کلگی. سلام علیکم شیرگل، اسم سید الله سادات است، یکی از باشنده اسگاه سرکاریز می باشم. دین روز اتفاق که رخ داد، یک موتر تونس بود دیگه، نفرها داخلشان اکثریت به شهادت رسیدن، زنده کس نبرن به جز از دریورشان. و دیگه ای که یک همسایه ما پالوی ما سو به شهادت رسید، یک چند تا راه روا بود به شهادت رسید. ما نمی فهمیم که این اوضاع تا کی دوام داره و تا نمی فهم دیگه، زندگی بخی سخت شده خلاصا. زندگی واقعا سخت شده برادر، چطور نه؟ ای که هر روز شاید ازی باشه که چی وقت نوبت ما خواد رسید. برادر گفتی که شهید زیاد داشتیم. شهید داشتیم در تونس، کسایی که بودن به غیر از دریور کس زنده نماندن دیگه. همی علم یکی از کسا هستن کوچه استاده هستن پشت نفر خود میگرده، اما مشخص نمیتونه، یکی گفت که در یکی مکمل سوخته بود، نمیتونه بگو که از بیادر ما هست یا نیست، نمیتونه او را به حساب شناسایی کنه. و دیگه ای که این منطقه است که به حساب بسیار مردم های هستن اینجا که وکیلا میشین، آجی محقق میشین، بسیار یک جای کلیدی است. اگر دیگه جای ما گله کنیم، این جای خوب باید امن باشه قلا. از ما شب بچه های ما تمام شب یعنی ما تا دو بجه میترسیدن تا که ما ای را خواه دادیم، شک دیده بودن، از ما خانه ما آینه های ما کلشان میده شده بود. این تا به حال ما خودم این برس گرفتیم، جاها را پاک میکنم، شیشه هاست و دیگه است که خلاصی نداریم. نمیفهم یعنی تا کی حالت باشه، تا کی. صدای انفجار چی رقم بود برادر؟ خیلی بزرگ، خیلی کلام به حد اندازه وحشتناک بود خورک گل.
دیگه اول خو در گرفت، بعد از او انفجار کرد، بعد از او انفجار خودم چیش کرد به حساب تانکی تیل از این وقت که انفجار یعنی دو دفعه صورت گرفت، یک دفعه به حساب مواد انفلاقه که بود، دفعه دوم در گرفت. وقتی که در گرفت امراکی بینم و چی که بود کلشان به شهادت رسیدن. ده هایی که متاسفانه پسر جوان خود از دست دادن در انتاری، ما آمدیم خانهشان و صحبت های از این نامی داشته باشیم. پدر جان زندگی سرتان باشه. سی روز سر مردم افغانستان آمده بیم اینم یه روز اینم تو جوان ها شهید میشن، پرپر میشن، سمره یک پدر یک مادر و میرسانه در 21 سالگی تحصیل تمام میکنه، بالاخره بچهش از من میره به انتحاری. انفجار معلوم نیست که از دست کی است، طالب است، دایش است، دولت است، کی است، دستای دیگه کار میکنه که همین افغانستان به تباهی، مردم بیچاره و مظلوم هر روز کشته رئیس معلوم نیست. از پسرتون بگوین چند ساله بودن آجی صاحب چی کار میکردن؟ 31 ساله محصل بود. محصل بود؟ بیرون چی کار داشت؟ شام آمده بود مسجد میرفت نماز خونه. ما از دولت هم ناامید شدیم، از تمام رهبرام ناامید هستیم، از دولت هم ناامید هستیم. جز خدا اگه داد ما برسه، دادای مردم مظلوم برسه، دیگه کلگی دم زد و بنده و سیاسی نفع خود هستن که چی رقم صاحب قدرت باشه و چوکی باشه و یعنی کارا باشه، دیگه به درد کس نمیخوره جز خدا. آرزوی پسرتان چی بود؟ اول نامش رو بگوین؟ نامش علی اکبر بود. آرزویش اینمی بود که پانتون خلاص کنه، عروسیش کنه، مصدر خدمت ده جامعه شود، در مردم خود شود، در کشور خود شود، خدمت کنه. یک بچه هوشیار، یک بچه رسیده، یک بچه دانسته، یک بچه که مرم از بازی ما بود، مشاورم بود، در بسیاری کارا مرم و مشوره میتوند. رئیس بود پدر جان اینی این تو شود، اینی این تو شود. دیگه چی کنیم نگال دقامش ششتیم که دنیا و عالم برای ما هیچ ارزش نداره، هیچ چیز برای ما ارزش نداره، هیچ چیز این مال ارزش نداره، این زندگی در پیش ما ارزش نداره، دیگه اولاد این پیش ما ارزش نداره. دیگه چی کنیم دیگه، نمیجه که در مردمی غریب بیچاره مظلوم مجبور هستیم زندگی کنیم باشیم، خارج ما رفته نتانیم، خارج که بودیم چی خواد برای ما چی شد، با این دی اولاد ما خواد چی شد. اینجا مملکت خود گفتم میشینیم که تو باش اولاد ما درس بخونه، خدمت کنه، همینجا یک دور زندگی کنیم، یک لقمه نان پیدا کنیم، آرام باشیم. نه دولت در غم ماست، نه دولت در غم مردم غریب و بیچاره است. این دیگه معلوم نیست که گپ چی است، مردم هر روز کشته و پرپر شده، جوانای مردم شهید شده میره دیگه. هیچ کس نیست که پرسان کنه، نه دولت است، نه کلان کشور دیگه است، نه سازمان ملل است که چی میشه، چی است، آیا چی خواهد شد. ما سرنوشت خود نمیفهمیم، این مال از جان خود، از اولاد خود، از زندگی خود تیر هستیم که چی کنم. ایران است سلام. سلام به شما، سلام به بیننده های عزیز. تشکر برادر عزیز، خود معرفی کنین. اسمم عبدالمصور هستم، در اینجا دواخانه داریم. مصور جان عزیز، دیروز انفجاری که شد در سر کاریز، خودت هم دکانت خیلی نزدیک است با او سایه، چشم دیدی که خودت داشتی شاید اینی که هستی؟ چشم دیده من این بود که انفجار شد، بعد از انفجار امو چپ سروش افگار شد، یک نفر در روی سرک می سختک، مردم محلی دکاندار خیلی ببینه سر شونده، یکی دیگر را بیخی طرف زده بود، دیگر چپ سروش افگار کرده بود و دیگر بولانی پزه در داخل موتر هم نفر بوده می سخته. خودت کجا بودی؟ من خودم در این ساعت بودم. همه شدیدی؟ همه شدیدم. ترس و بیم و وحشتی که داشتی؟ آه، مردم می ترسید، می رفتک ما در این جانه مردم زیاد بودک، مردم مال جمع شده بود، خیلی بینه کمک کردن تا جایی که از وست توانشان بود کمک کردن. برادرم خودت به من ایره بگو که از دولت چی می خواهی؟ من از یک جوان که هر روز در تر زندگی میکنی. از دولت ایره می خواهیم که برای مردم یک زندگی آرام و پر از امنیت شادی، طول که باشه همه چیز هست، طول که نباشه
آرامی که نباشه، مردم در ترس لرز باشه، هیچ چیز هم نه. سر کاریس، منطقه که متاسفانه همزمان با انفجاری که در پل سوخته صورت گرفت، این انفجار هم در این منطقه صورت گرفت که منجر شد چندین هموطن ما کشته شود، چندین هموطن ما زخمی شوند و ما اینجا آمدیم تا اینکه گزارشات از مردم داشته باشیم، چشم دیده از مردم داشته باشیم که دوستای عزیز ما مصاحبه دادن، آنچه که دیده بودن را به ما گفتند. امیدوار هستم افغانستان داشته باشیم با صلح، با آرامش، ولی در شرایط خیلی بد زندگی میکنیم، در شرایط زندگی میکنیم که واقعا اوضاع برای ما خیلی تنگ شده. امیدوار هستم که صلح و آرامی بیاید. تا اینکه دوباره در برنامه بعدی در خدمت حاضر میشم، اوقات خوش بر همتون میخوایم. خدا نگهدار.